سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشه خراغلاس د سو بزندګي خبرونه ته هیله ده چې جمعه مبارک مو په خیر او خوشحالي سره تیر کړی وي. د ونې پایل د شنبه ورځ مو هم په خوشحالي خوخی او په مسکا د خپل کورنۍ او دوستانو سره راپیل کړی وي. ستاسو ټولو د روغتیا او سلامتیا په هیله د اولمپیک برخه ده او د اولمپیک په برخه کې دوستانو نن به هم در سره بیا یو ځل د اولمپیک سیالیو هغه مډالونه در سره شریک کړم چې څوک د لومړي مډال څوک د لومړي مقام څوک دویم او تر لسمه پورې دا به هم در سره شریک کړم. خو میلمانه هم لرم خو له هغې وړاندې چې میلمنو ته ورځم د اولمپیک حال در سره شریک کوم. بیرته بیا راګرځم خپل میلمانه به هم در سره معرفي کړم. بیا هم امریکا د لیست په سر کې ده چې دیرش د طلا مډالونه ګټلي دي، اته دیرش د نقرې، پنځه دیرش د برونزو چې یو سلو درې مډالونه کېږي. چین په دویم ځای کې قرار لري چې نه ویشت د سرو زرو، پنځه ویشت د نقرې، نولس د برونزو چې درې اویا مډالونه کېږي. همداشان استرالیا دریم ځای لري چې اتلس د سرو زرو، څوارلس د نقرې، دیارلس د برونزو دي چې ټولټال یې پنځه څلوېښت مډالونه کېږي. همداشان فرانسه څوارلس، بیا چې البته فرانسه کوربتوب هم کوي، په کوربتوب کې بیا مو څوارلس مډالونه ګټلي دي طلا، او تر څنګ یې نولس د نقرې دي، یوویشت د برونزو دي چې څلور پنځوس مډالونه کېږي. همداشان برېټانیا پنځم ځای کې قرار لري، دیارلس یې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي، اوولس یې د نقرې، یوویشت د برونزو چې یو پنځوس مډالونه کېږي. جنوبي کوریا بیا دیارلس د سرو زرو ګټلي دي، اته یې د نقرې و د برونزو اته ویشت مډالونه ترلاسه کړي دي. جاپان چې ډېره هیله ترنه کېدله خو بیا هم په هماغه اووم ځای کې قرار لري چې دیارلس د سرو زرو مډالونه دي و د نقرې دي، او همداشان د سپینو زرو یا نقرې همداشان ورسره د برونزو هم دیارلس مډالونه لري چې درې دېرش مډالونه ترسره کېږي. د دې تر څنګ هالنډ بیا اتم ځای ته راغلی دی، او په اتم ځای کې د ایټالیا نه ځان مخکې کړی دی. یولس یې د سرو زرو دي، شپږ یې د سپینو زرو، اته د برونزو دي چې پنځه ویشت مډالونه کېږي. همداشان ایټالیا نهم ځای ته راغلې ده چې لس یې د سرو زرو دي، او یوولس یې د سپینو زرو، نه د برونزې دي چې دیرش مډالونه یې ترلاسه کړي دي. آلمان په لسم ځای کې قرار لري. کاناډا او نور هیوادونه له دې ځای څخه تللي دي، البته ښکته شوي د لیس یوولسم او دولسم دې ځای ته. آلمان لسم ځای ته راغلی دی چې نه یې د سرو زرو مډالونه، اته د سپینو زرو، او پنځه بیا د برونزو مډالونه دي چې ټولټال دوه ویشت مډالونه یې ترلاسه کړي دي. خبرونه کې یوازې نه یم، وړاندې مې هم وویل چې میلمانه هم لرمه. راسره په خبرونه کې د جمناستیک ملي لوبډلې روزونکی معروف سلطانی، او په کابل کې د جمناستیک لوبو عامر محمد یونس نبیزاده راسره خبرونه کې دي. سلام سلطانی صاحب، صبحتون بخیر. سلام خدمت شما، سلام خدمت بیننده های عزیز شما. خدا کنه که امروز ما با شما هستیم، یک برنامه خوب بگذره. تشکر، سلامت باشی. حقای نبی زاده، صبح شما هم بخیر. سلام عرض ادب دارم خدمت خودت و بیننده های عزیز، و آرزو دارم که روز خوش را همه دلان عزیز آغاز کنند. محمد یونس نبی زاده هستم در خدمتتون. تشکر، سلامت باشید. آقای سلطانی، بیم به طرف خودتان از شما آغاز میکنم که بازی های جمناستیک به خاطر که در نزدیکای میرند پاکستان و بازی انجام داده می شود، این بازی های منتخبه صورت گرفته تا نوز یا خیر؟ بله، قسم که بیشترم گفتیم استاد یونس سرکم فدراسیون جمناستیک است و تمام مسابقات که رهبری میکنه اصلا همی سرکم استاد یونس میکنه. دیگه مسابقات فعلا انفرادی جریان داره تا که به منتخبه برسن. انقریب امکانات داره که به هفته آینده انشاءالله که ما مسابقات منتخبه را میگیریم. بین چهار زون است که زونوار مسابقات گرفته میشه و انتخاب میشه. بعد از او بخیر امکانات داره که بعد از او یک ماه بعد یا یک و نیم ماه بعد مسابقات ملی را بخیر بگیریم. خب بسیار خوب. آقای نبی‌زاده، خودتان برام بگوین که بازی را برای انداختین، با کی هماهنگی تان رو صورت گرفته در پاکستان یا با دیگه کشورها؟ دیگه سوال هم است به خاطر که چرا افغان ها طرف اروپا در دیگه کشورها نمیره؟ و قبل از او زمین جوابه که در پاکستان با کیش تانوس؟ بله، ما همیشه اقلوزیت فدراسیون جهانی را میپردازیم و از او طرف با ما از طرف آسیایی و اف آی جی سفرها و کمپای ترنینگی پیشنهاد میشه. مثل که یک سفر در پاکستان داریم. بله. دو مربی را ما کاندید کردیم، یک استاد معروف سلطانی است، یکی معاون فنی صاحب است، و یک سفر دیگه در ژاپن داریم ان شاء الله که دو نفر یک نفر دیگه اونجا ما کاندید کردیم. بله. دیگه سفرها زیاد است. مشکلات ما با روابط خارجه است که المپیک جهانی المپیک داخلی را نمیشناسه، روابط درست ندارن. بعض سفرهای ما از این لحاظ از دست داده میشه، ولی باز هم فدراسیون ملی جمناستیک و اعضای روی سعی و تلاش دارن که ارتباطات خوب را با هم مرزهای خود با فدراسیون آسیایی جهانی برگزار کنه.
دیگه ما قبلا شش وسیله جمناستیک ماهوار منظم پیش بردیم و حال نزدیک شدیم به مسابقات منتخبه. بعد مسابقات منتخبه انشاءالله که در یکی از ولایت طبق هدایت اداره ورزش افغانستان ما میتونیم که مسابقات ملی در یک ولایت نزدیک برگزار کنیم و باز بخیر میریم به طرف سفرهای خود. چقدر آمادگی گرفتین برشون بخاطر همین منتخبه و بازی هایی؟ ما می شش ماه گذشته در هر ماه یک وسیله جمناستیک، جمناستیک ما در افغانستان پیش میبریم جمناستیک هنری آرتستیک جمناستیک است، شش وسیله داره که در هر ماه طبق پلان فدراسیون ملی جمناستیک و جنتری سالانه در شش ماه گذشته ما شش وسیله را گرفتیم که اینال مسابقات عمومیش گرفته بشه ان شاء الله. بعضی که مسابقات منتخبه خلاص شوه بهترین های زیر جذب میکنیم و تیم های کابل میره با تیم های ولایت در رقابت میپردازن. بسیار خوب. آقای سلطانی شما بگوین، اگر میبینیم که افغانستان دچار مشکلات است و شما در هر رشته خودتان اینجا سرمربی هستیم از جمناستیک، با کدام مشکلات روبرو هستیم؟ والا مشکلات خو کلا اگه میفهمم مشکلات خیلی زیاد است. بازم سر از مون که مشکلات است و خو فضل خدا خوب است که امنیت است. امنیت یگانه راه است که مردم میتونه که بره به ولایت مسابقات کنه، رفت آمد کنه. ما سابق نمیتونیم به دل بیغم یک ولایت بریم مسابقات خود بگیریم. حال خوشبختانه همین تربیت بدنی بر ما راههای را جور کرده که مثال ما میتونیم که مسابقات خود خصوصا مسابقات ملی خود به ولایت ببریم. مثل که سالهای گذشته ما رفتیم میدان وردک مسابقات تیم ملی خود اونجا بردیم که برای بار اول بود و امسال هم از ما تقاضا کردن، قسمی که سرکم صاحب گفت و استاد یونس نبی زاده گفتن امسال هم ما دیگه ولایت باید است که ما را گفتن انتخاب کنین دیگه ولایت مسابقات تیم ملی رو ببرین. دیگه ما ولایت انتخاب کردیم، ان شاء الله کان قریب ولایت ها را امروشون هم صحبت میشیم، مهمان میشیم که باید مسابقات اونجا ببریم. هوا گرم است، هوا در زمانی که جمناستیک بازی های جمناستیک میگه خودتان یک استاد هستین، چی نوع ساحه یا چی نوع آب و هوا باید باشه که اوجا جم بدین تمرینات شوه و بازی انجام داده شود؟ اصلا در افغانستان که است همین ولایت هایی که ما میخواهیم که بریم مسابقات کنیم همون سطح همون ولایت و تونیز که مثال وسایل درست ما داشته باشیم که وسایل داشته باشه، چون ما تنها در خود کابل داریم و یک ایراد داریم که ما میتونیم مسابقات خود به مو درست به مو خوبی بگیریم. اما متاسفانه بگویم که ما مثلا پیرال سال میدان وردک رفتیم، ما وسایل نداشتیم، مشکلات زیاد داشتیم که اینجا باید ما وسایل میرفتیم ترانسپورت بگیریم، انتقال بود، انتقال و رفت آمد و برگشت خود از یک مشکلات بود. دیگه مشکلات ما است که وقتی که ما میخواهیم که مثال یک ترینینگ بتیم برای کما، مثلا سرکم صاحب معاون فنی دوشان هم آنگ بشن ترینینگ میته برای کما باید اصلا که کمیت کنن مسابقات. ما یک مشکل دیگه دیگه داریم که مثال ما نمیتونیم ولایت ها را درو سه روز بخوایم یا میمانخانه یا بسر از پذیرایی درست کنیم که ما بر از رسیدگی بتانیم. ما مجبور هستیم روز که ما از ولایت قسم دعوت میکنیم که مثلا روز که و ما مانده و زلم و دو ساعت سه ساعت ما اون سبی فنی هم روی سرکم سبی هم هنگ میشن و بر از او اکترینینگ سیمینار میتن که با باید اکمیت پیش ببرن. چرا وقتی که ملی گفته میشه باید از هزار ولایت باید حکم ما داشته باشیم. سابق که بود ما تنها از کابل داشتیم حکم. حال ما میخواهیم مثل که پیرار سال مسابقات گرفتیم از هزار ولایت ما حکم داشتیم، ترنینگ دادن، سیمینار دادن. چرا از این مشکلات نمیبرایم؟ همه روزه، همه سالا، هر وقت از زمانی که بازی ها آغاز میشه یا هر بخشی که باشه این مشکلات داره. اول خو مشکلات کل اگه میفهم مشکلات اقتصادی و بودجه است، در تربیت بدنی مال فعلا بودجه نیست که مثال اگه مال سابق اگه می اگه اصلیه بوده برای ورزشکار اصلیه داده میشه دالم اصلیه هم یعنی تایی حد مشکلات اصلیه هم نیست. خودتان در پاکستان هم میرین سفر پاکستان چی هم بدگی گرفتی؟ والا از ما خو کس یک کمپ ترنینگ است که باید اسم دو تا مربی باید بریم. ما منتظر هستیم که از کمیسون باید از پاشا و جیب خرچه که برای ما میتونه دیگه میتونه یک باید از یک تای مراحل شوه، منتظر از دوستیم. دیگه در ماه سپتامبر باید از ما حرکت کنیم بریم برای 7 روز یا 8 روز. اینجا ما یک کمپ ترنینگ داریم که از تمام مملکت تشق تقریبا نمیفهم 14-15 مملکت اونجا ما کمپ ترنینگ. دیگه ما مدگی خود داریم، ما کوشش زیاد داریم. دیگه ما دیمی وزن که از هر قسم کسی اقتصاد است خوب است یا خراب است بچه ها رو زیاد تشویق میکنیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم. ما برای خود، برای وطن خود کار میکنیم.
که باش ما ورزشکار تا ورزشکار خوب برای وطن خود تربیت کنیم بدیم. بله تشکر. آقای نبی‌زاده خودتان گفت بیشتر، البته آقای سلطانی گفتن که ما دیگه جای مسائل ندارم. مجبور هستین باز انامی کابل یا هرات انتخاب کنین ولایت هرات. چه قمدگی برشان گرفته شد تا روز باری بخاطر از اینکه تمرینات شوه کسایی ورزشکارا بیاین یا تمرین بکنن که باز در طرف پاکستان برن. خاطر که بدون تمرین خود نمیشه، منتخبه میشه. باید کسایی انتخاب شود که وجود دستاورد خوب داشته باشد. بله، یکی از مشکلات که در اداره ورزش افغانستان وجود داره می است که در 20 سال گذشته آنها نتونستن که برای جمناستیک که مادر همه ورزش هاست یک جای منظم وسایل استاندارد را در دست ورزشکارای جمناستیک و مربیا قرار بدن. یک مشکلات. پس مانی ما کشتر سوال که سلطانی همی بود. جای مواد ما نداریم. دوم، ببینیم فوتبال و کرکت دیگه ورزش ها را مربی خارجی میان و هنگی میکنن با مربی ها داورایش میان کنن پای ترنگ سیمنارای ایجاد میشه. بدبختی همیجاست که رشته جمناستیک هم از نظر جای، هم از نظر مواد، هم از نظر مربی استاندارد که باید با قوانین، با وسایل جدید مربی ها را آشنا بسازه ما نداریم و تمام ولایت خودشان هر چیز امکانات را که خودشان جور کرده 50% امکانات است. حال در خود صد شهر کابل که بچه های تیم ملی تمرین میکنن و ولایات هم بر مسابقات جه سالانه میه، همین وسایل ما 50% است، 100% نیست. باز هم ورزشکارای جمناستیک افغانستان با یک شور و شوق، با یک جرأت مردانگی باور کنید که در توشکای خانه، در روی سبزه یا حرکات خود ولایت کار میکنن، میان به مسابقات رقابت میپردازن و جای خوشحالی است که اینمی که میان دوباره یک کپ یک مدال میگن به افتخار دوباره به ولایت. ناشنایی با این وسایل باز دیگه جایی که میرین چی کار میکنن؟ به خاطر که این سخت است. بله، یک کورس ترنینگ و پودیم میگن در جمناستیک برای ورزشکارا و مربیا. بله بله. سه روز پیش قبل از مسابقات که میرن باز مربی خارجی با تمام وسایل امکانات جدید ورزشکارا و مربیا را سه روز پیش آشنا میسازه. یک بار وسایل یعنی بازم ناشنایی خواست میکنن. در سه روز نمیشه. جهان پیشرفته در بله. هر چهار سال قوانین جمناستیک و وسایل حرکات تغییر کرده میره. باید ماشنایی پیدا کنیم. بسیار تشکر آقای نبی‌زاده و آقای سلطانی. کوتاه اگر پایم تانو داشته باشه. تشکرم از شما رم. من یک پایم کوتاه دارم برای دوستا، برای فامیلا، والدین که اولادتان رو تشویق کنین که ورزش کنه. ورزش زامن صحت است. تشکر بسیار زیاد. سلامات اوسئ دوستان. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دا دمه زموږ سره وئ او خپله خپرونه مو راسره په مینه باندې وکتله. لنډه دمه له دمې وروسته بیرته راګرځو زموږ ملتیا وکړئ.